وزارت داخلی کینیا گفت شام دوشنبه سربازان تمام منازل مرکز تجارتی وستگیت را تفتیش کردند تا دریابند که کسی در آنجا باقی نمانده باشد. مقامات میگویند 3 مرد مسلح در جریان برخوردها کشته و حداقل 10 مظنون دیگر دستگیر شدند. امینه محمد وزیر خارجه کینیا گفت مردان مسلح از چندین کشور به شمول ایالات متحده آمریکا و برتانیا می باشند. معلوماتی که ما داریم آمریکاییان سومالی و عرب الاصل بین سنین 18 و 19 هستند که به منسودا و یک جای دیگر زندگی می کردند. این به نظر من ماهیت جانی بودن جنگ را نشان می دهد که ما می جنگیم. رئیس جمهور اوباما به روز دوشنبه تأثیرات عمیق خود را به اورهو کنیاتا رئیس جمهور کینیا ابراز داشت. ما هر نوع کمکی را که برای تطبیق قانون در آنجا نیاز باشد مهیا خواهیم کرد. باور داریم که کینیا که یکی از ستونهای ثبات در شرق افریقا است دوباره اعمار می گردد. اما این حمله معیار مقابله جامعه بین المللی علیه دهشت افغانی را برجسته می سازد. شورشیان گروه الشباب مسئولیت این حمله را به عهده گرفتند که در آن حداقل 62 نفر کشته شد. کمیته صلیب سرخ کینیا رقم تلفات را 69 گزارش داده است. در همین حال جولی بیشپ وزیر خارجه استرالیا نیز حمله بر مرکز سرپوشیده تجارتی وستگیت در نایروبی را تقبیح نمود. در این حمله یک تبعه استرالیا نیز کشته شده است. ما نمیدانیم که آیا قربانیان دیگری در جمع کشته شدگان موجودند یا نه. اما ما تأثیر خود را نه تنها به خانواده استرالیایی که کشته شد بلکه به تمام خانواده های قربانیانی که در این حادثه جان باختند ابراز می‌داریم. در همین حال بیل کلینتون رئیس جمهور سابق امریکا طی مصاحبه تلویزیونی گفت گروه الشباب باعث تخریبات زیاد در آن سوی جهان شده است. گروه الشباب میخوان که کنترل سومالیا را به عهده گیرند. آنها بر کینیا به خاطر برآشفتند که کینیا ساکر خود را به سومالیا فرستاده است تا در برابر شورشیان الشباب بجنگند. بیل کلینتون با یکی از قربانیان این حمله ادای احترام کرد که با برنامه دسترسی صحی کلینتون در تانزانیا کار میکرد.